بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب به شما بینندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با اخبار شیعه در افق پانوراما. مصطفی جبار سناد نماینده شهر مقدس کربلا در پارلمان عراق از عدم رعایت تخصیص بودجه منصفانه برای شهر مقدس کربلا ابراز تأسف کرد. السناد در پیج خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: شهر مقدس کربلا پایتخت اهل بیت علیهم السلام است و طبق آمار دوربین‌های هوشمند دیجیتال حدود 80 میلیون زائر دارد. وی در ادامه نوشت: با توجه به ورود میلیون‌ها نفر به این شهر مقدس، تخصیص مالی بودجه سال 2024 به دلیل تعداد کم کرسی‌های پارلمان تأسف‌بار است. از سوی دیگر نمایندگان استانداری از جمله ابتسام الهلالی تایید کردند که شهر مقدس کربلا به تخصیص‌های مالی کلان و عادلانه نیاز دارد، زیرا شاهد میلیون‌ها زائر و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است و نیاز به ارائه خدمات بیشتری دارد. شهر مقدس کربلا این روزها شاهد آغاز برخی اقدام‌ها برای آمادگی زودهنگام جهت استقبال از زائران حسینی در ایام اربعین است. بر همین اساس دولت محلی برخی اقدام‌ها را در دستور کار قرار داده و فضاهایی را برای توقف خودروها آماده کرده تا به عنوان پارکینگ موقتی در ایام اربعین مورد استفاده قرار گیرد. در همین راستا علی المیالی، معاون اول استاندار کربلای معلا، در مأموریتی میدانی به چندین پارکینگ مراجعه کرده و دستور آماده سازی چندین فضای دیگر برای استفاده به عنوان پارکینگ را صادر کرد. در این مأموریت میدانی، رئیس اداره حمل و نقل استانداری، رئیس شورای شهر مقدس کربلا، فرمانده راهنمایی و رانندگی و برخی دیگر مسئولان اداری و محلی این شهر حضور داشته و معاون اول استانداری کربلای معلا را همراهی می کردند. قابل ذکر است کمبود پارکینگ های مناسب جهت توقف خودروها در مناطق مختلف شهر مقدس کربلا هر ساله موجب ایجاد ترافیک سنگین در نقاط مختلف شهر به ویژه اطراف حرم های مقدس شده و موجب سخت‌تر شدن رفت و آمد زائران در این ایام می شود. آموزشگاه دارالمصباح الشاعری وابسته به مؤسسه فرهنگی و نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی به فعالیت‌های خود در زمینه آموزش دروس ویژه فن خطابه و سخنوری علاوه بر دروس مربوط به تلاوت قرآن کریم ادامه می‌دهد. محمد السیلاوی، مسئول این آموزشگاه، تصریح کرد که دانشپژوهان این مرکز به تکمیل دوره‌های آموزشی و دروس قرآن و فقه علاوه بر دوره‌های تقویتی و خطاب مشغول هستند. آموزشگاه دارالمصباح الشاعری از جمله مراکز وابسته به مؤسسه فرهنگی و نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام است که به جوانانی که استعداد و صوت زیبایی دارند دروس و دوره‌های آموزشی ارائه می‌دهد و آنان را به عنوان مداحان و سخنوران خدمتگزار به دستگاه حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام پرورش می‌دهد. این مرکز آموزشی در عمل به راهنمودهای آیت الله العظمی شیرازی تأسیس شده است. خبری در رابطه با فعالیت‌های قرآنی در تاتارستان. مجموعه‌ای از قرآن‌های تاریخی و آثار اسلامی در موزه قازان واقع در پایتخت جمهوری تاتارستان به نمایش درآمد. در این موزه علاوه بر آثار تاریخی از دوره روسیه تزاری و جنگ جهانی اول، مجموعی از نسخه های خطی قرآن را نگهداری می کند. از جمله مصحف های خطی نادری که در این موزه نگهداری می شود، مصحفی به خط غبار است که آن را تنها با ذره‌بین می توان خواند. این قرآن که مصحف قازان نامیده می شود، یکی از قدیمی ترین نسخه های قرآن است که با استفاده از شیوه چاپ سنگی
به طبع رسیده و حاصل تلاش علما و صنعتکاران شهر قازان است که در ابتدای قرن 19 هم به چاپ رسید. این مصحف به خط نسخ ویژه قازان و در دو قطع بزرگ و کوچک به چاپ رسید. اکنون تنها نسخه های معدودی از این مصحف باقی مانده است که یکی از آنها در موزه قازان نگهداری می شود. بر اساس گزارش منتشر شده از یک سازمان امداد بین المللی، یمن از کمبود شدید پزشکان سلامت و سلامت روان رنج می‌برد. بر اساس این گزارش به ازای 700 هزار نفر یک پزشک وجود دارد و 7 میلیون نفر به مراقبت‌های روانپزشکی نیاز دارند. این در حالی است که تنها 120 هزار نفر از آنها می‌توانند به این خدمات دسترسی داشته باشند. در همین راستا کمیته بین المللی نجات هشدار داد که افسردگی نوع پرینتال که یک نوع افسردگی بعد از زایمان محسوب می شود در یمن به شدت فراوان است و درمان این نوع افسردگی برای سلامتی مادر و نوزادش بسیار مهم است، زیرا این اختلال می تواند بر هر دو تأثیر جدی بگذارد. این کمیته در پایان از خیرین خواست تا بودجه مورد نیاز 2.7 میلیارد دلاری برنامه بشردوستانه یمن در سال 2024 از جمله بودجه برای سلامت روانی و حمایت روانی اجتماعی و همچنین خدمات بهداشت را به طور کامل تأمین کنند تا نیازهای زنان و دختران در سراسر این کشور برآورده شود. و خبری از کشور آفریقایی سومالی. دولت فدرال سومالی از کشته شدن بیش از 20 تروریست وابسته به گروه سنی‌های تندروی الشباب در این کشور خبر داد. وزارت تبلیغات دولت فدرال سومالی با انتشار بیانیه اعلام کرد در جریان عملیات مشترک ارتش با همپیمانانش در ایالت پانتلند واقع در شمال شرق کشور بیش از 20 تروریست وابسته به گروه سنی‌های تندروی الشباب کشته شدند. در این بیانیه آمده است در بین کشته شدگان 3 سرکرده گروه تروریستی سنی‌های تندروی الشباب به چشم می‌خورد. به گزارش خبرگزاری رسمی سومالی در این عملیات محل تجمع عناصر گروه تروریستی سنی‌های تندروی الشباب در ارتفاعات المادو واقع در این ایالت هدف قرار گرفت و طرح عملیات تروریستی آنان علیه ساکنان ایالت پانتلند خونسا شد. در بیانیه دولت سومالی تصریح شده است که این عملیات به دنبال دریافت اطلاعاتی در خصوص فعالیت‌های تروریستی در مناطق کوهستانی ایالت پانتلند انجام شد. دولت موگادیشو در بیانیه خود تاکید کرد مبارزه با سنی‌های تندروی الشباب تا ریشه‌کنی این گروه از خاک کشور ادامه خواهد داشت. پژوهشگران دانشگاه هاروارد دریافتند که دمای بسیار بالا و دمای بسیار پایین ممکن است باعث افزایش ریسک مرگ ناشی از سکته مغزی ایسکمیک یا هموراژیک شود. آنها نشان دادند که این ارتباط میان دمای بالا یا پایین با مرگ ناشی از سکته مغزی در کشورهای کم درآمد از کشورهای پردرآمد بیشتر است. پژوهشگران با شدیدترین دماها انتظار دارند که سکته‌های مرگبار افزایش یافته و شاهد یک نابرابری در آمار مرگ و میر میان کشورهای کم درآمد و پردرآمد به وجود آید. آنها همچنین دریافتند که به ازای هر 1000 مرگ ناشی از سکته‌های ایسکمیک و هموراژیک حدود 11 عدد از آنها مرگ‌های مرتبط با روزهای بسیار گرم یا سرد بودند. گفتنی است از این 1000 سکته 9.1 و 2.2 مرگ به ترتیب مربوط به گرمترین و سردترین روزهای سال بودند. و اما خبر پایانی امشب، محققان در مورد خطرات احتمالی هوش مصنوعی AI برای بشریت هشدار می‌دهند و پیشنهاد می‌کنند که بدون مقررات مناسب برای استفاده از این هوش در نهایت می‌تواند منجر به انقراض نسل بشر شود.
بر اساس یک گزارش منتشر شده، دانشمندان معتقدند هوش مصنوعی توانایی ساخت سلاح‌های بیولوژیکی یا حتی در صورت عدم مدیریت صحیح توانایی فروپاشی گونه‌های انسانی را دارد. در همین راستا پروفسور فیلیپ تور، عضو دپارتمان علوم مهندسی دانشگاه آکسفورد، با تکرار نگرانی‌های مربوط به آخرین نشست هوش مصنوعی تأکید کرد اکنون باید تعهدات ملموسی برای این هوش در نظر گرفته شود. گفتنی است توانایی دقیق هوش مصنوعی با توجه به برتری آن نسبت به انسان در وظایف مربوط به هک، جرایم سایبری و دستکاری اجتماعی بسیار مهم است. در پایان این گزارش می‌افزاید اگر پیشرفت‌های هوش مصنوعی کنترل نشود، منجر به تلفات جانی بزرگی می‌شود و بشریت را به حاشیه می‌راند یا حتی به نابودی کامل آن ختم بیانجامد. عزیزان بیننده، از همراهی شما با خبر پانوراما سپاسگزاریم. شب خوش.